درود بر شما آقای سیاوش عبستای عزیز که چقدر شیک و پیک شدین قربان، حرکت های خیلی زنده ای. امیدواریم که خوب و خوش باشین، ببینیم که چه مسائلی در امروز در برنامه ما مطرح خواهید کرد. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی، درود دارم به برادرم امیر شجره، کارگردان برنامه شهرتی، همه مهربانیارانی که در سر سر جهان نشستن ما رو میبینن و امیدوارم که شاد و تندرست باشید استاد سیروس شرفشاهی. اکنون خدمتتون که پیش از هر چیز شوربختانه که البته نه باید بگیم رژیمی که ما که 45 ساله میشناسیمش، اصلا ما که 1400 ساله میشناسیم، یعنی نیاکان ما 1400 ساله، نیاکان من، نیاکان سیروس شرفشاهی، نیاکان شجره و همه دوستان ما 1400 ساله که با این طایفه داریم در حال نبرد و مبارزه هستیم و خیلی هم خوب میشناسیمش. ولی خب اون ابلهانی که هی گول میخورن و میرن نوچه و مرید و این سادات تازی میشن و سید و اولاد پیغمبر و اینا رو دستشون میبرن و گول میخورن 1400 ساله، خب چون وقتا نیمانیم حالا هر چه تعداد که باشه 10%، 40%، 20% که رفتن رای دادن. اینه که استاد شرفشاهی خیلی جالبه که امروز بعدش اینها کار خودشون رو خراب کردن، یعنی تا این حد یک نظام و جمعیت و گروه حاکم بر یک کشور کهنه و قدیمی و قدرتمند ابله باشه و مردم رو ابله بشماره. شما در نظر بگیرید که روز بعد انتخابات چون اینا توی اصفهان یک کنسرتی رو چون خواننده چیز نوازندگان زن داشته ریختن رو کنسل کردن، اجازه ندادن. خیلی مسخره است دیگه. حالا تا روز قبلش لخت و پاچی و موزیک و ما این رو هم میخوام ببرم ایران و جزیره کیشم برنامه و تو تلویزیون و تو رادیو و مانکن و پلیگو و اینا همه رو هم بودید ماشون داده در خارج آوردن ایران و خب این نهایت بلاهت مردم است که با این تمدن 7700 ساله اینطور آلت دست این سادات تازی پلید میشن که 1400 ساله کارشون اینه. بعد اصلا چرف جایی ما بارها گفتیم، یعنی بعد از اولین کتابی که تو خارج از کشور نوشتم که خدا رو که دینداری و خردگرایی یا قرآن سرودی به سبک فارسی، قرآن رو گفتیم که اصلا شعره. خب مقدس نیست چیزی، برای ما مقدس نیست، مردم خر نشی بیان بهتون میگن مقدسات ما رو مقدس اون چیزیه که محترم باشه، احترام بیاره، رفاه و خوشبختی و بهروزی برای مردم بیاره، اون مقدسه، اونم انسانه، خود انسان. کسی که حکم اعدام میده از اون صبح، اون نه از اونش درسته مقدسه، نه خودش، نه ایل و تبارش. کسی که دختر رو به جرم دختر بودن زنده به گور میکرده و الان بسیاری از مسلمان ها قبایلشون غیر قبایلشون تا میفهمه دختر زاییده زنش، اصلا از قبل که نمیخواد بره ببینه که چی داره، میگه بذار سورپرایز میشه، تا سورپرایز میشه میاد ببینه دختره. من نمونه زیاد استاد سیروس شرفشاهی نمیان بگم، من خودم 14-15 سالم بود مشهد خبرنگاری میرفتم میگردم میدیدم از اتفاقات اون موقعی که درخشان بود سرزمین ما میافتاد دیگه، حالا که حاکمیت بود. خب این مقدس مقدس سرتون رو بند نکنن، خرتون نکنن، بگن این مقدس اون مقدس، سید اولاد پیغمبره. تا استاد سیروس شرفشاهی این از ذهنیت این مردم پاک نشه، این مملکت آباد نمیشه، آزاد نمیشه، هی قربانی میده آباد نمیشه و آزاد هم نمیشه. آقا اومدن 1403 سال پیش به ایران حمله کردن، یعنی از انگامی که تخم اسلام کاشته شد برای نابودی ایران بود و پیامبر اسلام انگامی که داشت از جهان میرفت سپاهیانش به سرپرستی اسامه دم مرز شهر وایستاده بودن بیرون شهر که فرمان بدین برن، افتاد مرد چون مسمومش کرده بودن ایرانی ها. خب از اون روز این تاریخ تاریخ تازش به تو، تجاوز به تو. بعد
آقا نمیشه که دیگه کارش کرد، تاریخ مملکت دیگه. چه مملکتی بیچاره بدبخت؟ خیام، خیام اون موقع 7000 ساله رو برد. فردا که از این دیر کهن درگذریم، دیر کهن با 7000 سالگان سر به سر می‌ریم. اینه که میانم میگن تقویم خیامی، اون تقویم جزیده، همه دروغ مزخرفه. من 40 سال تقویم در میارم و یکی از تخصص های سیاوش اوستا همین تقویم در آوردن هستن. یعنی که تخصص های ما اصلا تقویم خیام هم استاد سیروس شرفشاهی که همون تقویم رایج شده الان، اینا سالاش عوض کردن. این تقویم 1400 نیست و همون 1700 ساله باش که در میاره. حالا با علم به این که مهربان یاران، مردم شریف و سربلند و دلیر ایران، شماها همونطور که اکثریتتون خاموشه ولی اقلیتتون شورشگره، جنگاوره، نوپردازه، پیامبر، اونجوری بشین. ما استاد شرف شوی الان یه پیامبر داریم، الان یه زرتشت داریم توی زمانه 9 سالشه، اسمشم کیان، کیان پیر فرد. این کیان فکر نکنید که فقط یک کلاه اوستایی سرش کرده بود، کشتنش با تیر نشونش کردن زدنش. این کیان استاد سیروس شرفشاهی 9 سالشه، اینقدر ازش ویدئو، تصویر، سخن بر جای مونده که هر کلمش کلمات مقدس اونه. مقدس برای ایرانی آریایی کیان هست، کیان مقدسه. یه فیلم داریم، 4 تا ویدئو داره استاد سیروس شرفشاهی، یکیش مال کیانه. چون میدونید امشب روز درختکاری در هست و 15 اسفند روز درختکاری است و بزرگداشت طبیعت و داره به بهار نزدیک میشیم و ایرانیان کهن به جایی که گوسفند سر ببرن یا شتر بکشن یا آدم ها رو بکشن، درخت میکشن، درختکاری. این کیان 9 ساله، آقای کارگردان اگه ویدیو حاضره میزمد، این کیان عزیز، کیان پیر فلک، درخت بیکاره رو ببینیم. بعد سه تا دیگه من پشت سرش بیاد بره ببینیم که ایرانی یاد بگیره. استاد سیروس شرفشاهی، ما آدم نمی کشتیم، قربانی نمی کردیم، آدم قربانی نمی کردیم، ما درخت می کشتیم. درخت استاد سیروس شرفشاهی، ببینید این ویدیو. این کیان عزیزم هست، 8 سالش بود اون موقع، یه سال قبلی که کشته بشه. ببینید درخت می کاره و چی میگه، صحبتاشو گوش کنیم فقط. استاد سیروس شرفشاهی، این توضیح رو من بدم که درختکاری به جای قربانی نکردن، اون توضیح اینه که یادتون نره مردم، ای نازنین های آریایی، شعار بدین با افتخار ما آریایی هستیم، تازی نمی پرستیم. پرستیدن همه آداب و رسوم تازی وحشیگری بدبخت. مقدس کجا بوده؟ کشتن مقدسه؟ حالا چه من باشم، چه چندین میلیون گوسفند باشم، چه بچه ها باشم، گوشفند رو سر میبرن میلیون میلیون، بعدم خاک میکنن. بعدم استاد شرفشاهی رو بارها گفتم، حالا یه بار دیگه هم بگم، خیلی جالبه. میدونید که محمد پیامبر اسلام خودش دستمایه و نتیجه یک قربانی نشدنه. یعنی باباش اسمش عبداللهه، عبدالله که هست، عبدالله، همون عبدالله که میگم، این عبدالله اسم باباشه. چرا اسمش میذاره عبدالله؟ باباش دیگه، یا خدا به ما اگه 10 تا فرزند بدی، 10 مو دهمی رو میام برات توی کعبه جلو اون الله سر میبرم، چون الله بت بوده. این بهش 10 تا بچه میدن، وقتی که دهمیش عبدالله میشه، یعنی بابا پیغمبر، میاد حجله میبنده، رقص کنان میان که اینجا این سر ای رو ببرن. بعد آقای شرفی استاد جالب، اینا واقعیت ها، تاریخ خود مورخین اسلامی نوشتن اینا رو. اونجا 2 تا زن قد بلند، ابرو کمر، خوشگل عرب نشسته، میگه که عربه میگه که دخترها میگن که اون خانم هم میگن آقا چرا میخوایی رو بکشی بچه بی خوشگلی خوشتیپی؟ میگه نه، نذر کردم، نذر کردم که به بکشم بشم. میگه آقا ما 2 تا شطور بهت میدیم، این بده به ما. میگه نه نه، 2 تا کمه. میگم 5 تا، 10 تا. حالا بعضی تاریخ نوشته 100 تا استاد سیروس شرفشاهی، 100 تا شده. برای چند تا شطور میدن، بابای محمد میگیرن. برای همینه که میدونید
خانواده دیگه تو اینا، یعنی معلومه مادر کیه، کجای حالا حامله بوده، حامله کجا بوده اینا. یعنی این قربانی تا این حد بوده است که اونی که آدم میکشتن به جای گوسفند، آدم به جای بوده. حالا این کاردن عزیز برنامه کیان عزیز من و این زرتشت زمانه رو استاد چرخ افتخار بزرگ دختران آریایی و ایران اهورایی در این سال 1762 اینه که ما این زرتشت داریم. زرتشت این زمانه ما 9 سالشه. شما ببینید این دانشمند، این اندیشمند کیان برای درختکاری در چنین روزی چی میگه و چه کار میکنه. ببینید. سلام، من پارسال همین موقع که کنار رسیده بودم 20 دانه کنار رو کاشتم، بعد تا امسال این بزرگ شدن، بعضی هاشون تا 1.20 متر رسیدن، تازه این کوچیکه همشونه که امروز ساعت 3 ظهر میخوام بریم پارک بی مریم و این درخت رو بکارم تا برای روز درخت. جانم استاد سیرس شرفداری، هیچی از این زیباتر نیست از این کیان عزیزم که در این شب جشن درختکاری، درختکاری این زرتشت زمانه رو ببینیم که واقعا چگونه افتخاراتی. استاد سیرس شرفداری میگفتن که اینا اصفهان کنسرت تفریح رو کنسلش کردن، بعد اومدن اینا خود دولتی ها، خود حتی رئیسی میگه آقا ما کار ما نبود، ما کار نکرد. من میخوام به این رئیسی مشهدی بگم، چون شاید زبون تهرونی اینا بگیم من نفهمم، چون مشهدیه میشیدی بهش بگم که مرد حسابی تو مملکت اگه جمهور رئیسی یعنی که به حرف تو اگه نکردن رفتن اونجا رو بستن، مردک تو پلیس داری، آزی داری، مملکت دستته، باید بدون پوفیوز هایی که کاری کردن همه رو بگیرن مجازات کنن. چرا نمیدی بگیرن؟ چرا نمیدی؟ آیت الله هم اگر هست چطور شریعت مداری رو گرفتین بنده خدا رو روانش شد آزار اذیتش کردیدون برای سرش آوردین؟ چطور یک عالم از آخونده آیت الله دیگه تون الان توی اون مملکت تقریبا زندانی هستن؟ چطور رفسنجانیاتون رو کشتین؟ چطور منتظریاتون رو هوا بردین که نایب امامتون بود؟ خب حالا مردک تو اگر میگی که تو مخالف این قضیه بودی، خب دروغگو هستی، نظام دروغه بر باطله. باید بدین تمام این آدم هایی که این کنسرت رو کنسلش کردن از اون چهرون که فتوا داده تو اونه گرفتن جلوگیری که همه لازم ها دادیم محاکمه کنم. استاد چرخ‌شاهی چند سال پیش وقتی بمب‌گذاری ها شروع شد تو شرم الشیخ در مصر بمب‌گذاری کردن و بعد تو قاهره چند تا ماشین هایی که توش توریست بود و یه بمب‌گذاری کردن، یه هم مصر اومد چندین هزار سرباز رو گذاشت تو تمام اتوبوس ها و اماکن توریستی و سیاحتی. اگر یه آخوند یا یه بچه میرفت مزاحم یک توریست میشد که پوشش دیتوره، خونه دیتوره، میزدنش لط و پار میکردن اون خالد استانبولی ها رو، چون از بچه های خالد استانبولی بودن که از سادات رو کشتن، میزدن تر و داغلش میکردن، بعد میدفتنشون زندان اینها رو. مملکتشون رو نگه داشتن در امنیت. شما ما 45 سالی بیشورا یه فیلمی هست، یه همون فیلمی که عرض کنم خدمتتون که دارن تو گوش هم میزنن، واقعا این فیلمه که میبینیم استاد چرخ‌شاهی، این فیلم شرح حال خود همین نظام جمهوری اسلامیه که شب عید میگن اینا کاسبکارا میزنن تو گوش هم دیگه. ولی این فیلم 12 سالیه، این کارگردان از برنامه
اینو بذاره، یعنی این 11 ثانیه فیلم استاد چرمشاهی تفسیر 45 سال حکومت اینا بین خودشونه، یعنی اینا بین خودشون نمیتونن نظمی رو برقرار بکنن که کسی آقا مزاحم این یارو میگه، خودش میگه من ما کار نکردیم، خودش میگه که ما بی حجاب رو نگفتیم بگیریم. خب اگه یک پوفیوزی حتی آخون میاد مزاحم میشه، چند صد نفر بلیت خریدن پشت از راه دور آمدن برن کنسرت ببینن، خب چرا شما تو گوش هم میزنید؟ نه این فیلم که میبینه و بله همین فیلم همین بود، درست بود، همین شرح حال این نظامه، میبینیم استاد چرمشاهی این نظامه میزنن تو گوش هم دیگه. به تو چه مربوطی که من گفتم؟ تو چرا میزنی؟ برای چی میزنی؟ تو باشن جی نسمی دردش مهمون داریم اینجا، تو باش گفتی ها؟ به تو چه مربوطی که من گفتم؟ تو چرا میزنی؟ برای چی میزنی؟ حالا در تایید همین سیستم استاد سیروس شرفشاهی که اینها هپلو هپو و چرت و پرت و تو گوش همزن و مردم هم این وسط قربان میشن، و دو تا فیلم دیگه راوی همین قضیه است که دو تا از سردمداران خود رژیم، یعنی اینها آدمای خود رژیم بودن و هستن، وکیل مجلس، پستای بالای دولتی، امنیتی خصوصا. ببینین چی میگه در مورد یکیش مربوط میشه به ماشین‌های شاسی بلندی که اینها به نام دو تا دختر چوپون که روحشون هم خبر نداشته، روحشون خبر نداشته، بله همین فیلم همین، اینا خبر نداشته میان شرکت قلابی میسازن، بعد چند صد ماشین رو میگیرن با قیمتای پایین و فلان. یارو هم که داره این رو افشا میکنه خودش وکیل مجلس استاد سیروس چرمشاهی. یعنی ببینید چقدر این نظام که فاسد هست، مردمی که تن به چنین نظامی میدن اونها بدتر از اون پایبران نظام هستن. بله میبینید ماشین شاسی بلند تو حیاط مدرسه بالاخره چی شد؟ 147 دستگاه خودرو شاسی بلند برای مجلس در واقع جانب شرکت بهمن موتور صدا داره، به واسطه قراردادی که با یه شرکتی امضا کرده بود، شرکت ارکانش دو تا دختر که ساکن کوهدشت لرستان هستن و اونجا دارن که کار کشاورزی و دامداری انجام میدن و معلومه که از کارت ملی اونها برای این موضوع استفاده شده، این قرارداد منعقد شده. قراردادی که این دو تا دختر چوپون در قالب اون شرکت رادین موبین غرب با شرکت بهمن موتور بستند برای 300 دستگاه ماشین شاسی بلند که خب این شرکت شرکت کاغذی مجهوله و اساسا نمیتوانسته از چنین قراردادی رو منعقد بکنه، امضای معاون مجلس هم پای این نامه هست در کنار امضای اون رئیس هیئت مدیره ای که ظاهرا اسم اون خانم چوپون دوش ذکر شده. میگم بله همچه اتفاقی افتاده ولی فارغ از سازوکارهای رسمی مجلس بوده. گربه نمیتونه بدون اجازه هیئت رئیسه و رئیس مجلس و فرایندهای رسمی وارد مجلس بشه، چه برسه ماشینای شاسی بلند و نمیدونم تریلی هایی که این ماشین رو در محوطه مجلس تخلیه میکردن. این در واقع توهین به شعور مردم. 147 ماشین کجاست؟ در اختیار آدم هاییست که دارن سوارش میشن. پس بالاخره به اون نماینده ها رسید سرنوشت. خب استاد سیروس شرفشاهی ایشون آقای علیرضا بیگیس وکیل مجلس، وکیل مجلس آقا داره میگه مجلس هیچ غلطی نمیتونه بکنه در رابطه این دزدی ها و فلان اینا، رئیس جمهور که همین رئیسیش باشه، کنسرت دیروز ریختن و هم کنسل کردن، چند صد نفر رو علاف کردن، اومده میگه ما چنین دستور ندیم. خواهی در دلیل چون نمیگیرین این پوفیزای بیشرف رو؟ یا مثلا این آقای سعد، این بنده خدا، این ببینید استاد سیروس شرفشاهی به زبان بی زبانی داره میگه که اگر شاه ساقط نشده بود شکوه و عظمتی که ایران داشت الان این کشورک ها شهرک هم نیستن، چه بشه کشور سر به فلک کشیدن که مردم ما برای سیاحت میرن به اونجا. ببینین چی میگه، میگه که اینها همه مال ما بود ولی با پول ما رفتن جهان رو آباد کردن و پا برهنه ها رو
چه کردن. این هم یک شهادتی دیگه از کسی که خودش پایبر نظام استاد سیرز شرف شده و نقش مهمی در سرویس ها داشته و حالا بردوان استاد دانشگاه اینجا صحبت من دیدم دبی با پول ایرانی ساخته شد، استانبول با پول ایرانی ساخته شد، کالیفرنیا با پول ایرانی خیلی نقش داشت توش، شهر بورلی هیلز در امریکا پول ایرانی بوده ساخته شده. این پول ایرانی از کجا بوده؟ همون 1500 میلیارد دلاری که میتونست این کشور رو، بهترین سیستم ریلی دنیا رو مثل کشور چین در ایران به وجود بیاره، بهترین فرودگاه دنیا رو. اگر ما در جنوب تهران یک فرودگاه با ظرفیت 200 میلیون نفر احداث میکردیم، آیا شما فکر میکنید فرودگاه‌های دبی، نه یک فرودگاه، فرودگاه دبی اینقدر رشد میکرد؟ فرودگاه استانبول اینقدر رشد میکرد؟ فرودگاه دوحه اینقدر رشد میکرد؟ خیر، همه می اومدن در تهران، نشست و برخاست در تهران بود. چرا؟ از نظر صرفه اقتصادی به شدت به نفع شرکت های هواپیمایی بین المللی است که بین آسیا و اروپا در تردد هستند که در ایران فرود بیان و سوختگیری کنن. چرا؟ برای اینکه تهران از سطح دریا بالاتره. دقیق می‌فهمید؟ از نظر صرفه سوختی که اینها خواهند داشت بسیار بسیار صرفه خواهد، ولی اونجا از اون طرف همسایگان ما، رقبای ما سعی میکنن در کشور دخالت کنن در جهت این زیرساخت در ایران صورت نگیره، زیرساخت در ایران احداث نشه و ما اینقدر با بیخیالی متاسفانه داریم برخورد میکنیم. آخرش چی میشه آقای دکتر؟ آخرش وضعیت این کشور به کجا میرسه؟ من واقعا متاسفم وقتی دیدم اصلاح ساختاری بودجه به کجا کشیده شد. واقعا متاسفم، شرمسارم به عنوان یک کارشناس بین‌المللی بانکی که ببینم کشور خودم و هیچ کاری از دست من در میاد که ببینم وضعیت نظام بانکی در کشور من چگونه داره جلو میره، چقدر داره اجحاف میشه به مردم، چقدر خلق پول صورت میگیره. استاد سیرس شرفشاهی، اگر مردم نازنین و مهربان ما، اکثریت خاموش که میتونن نقش بسیار مهمی بر تحول و دیگرگونی در ایران داشته باشن، نیان در میدان و نیان و فریاد نزنن که مقدس هیچ سنت تازی نیست. در ایران آریایی اهورایی هیچ چیز تازی و سادات تازی و سید اولاد پیغمبر مقدس نیست الا ایران و ایرانی. آقای شرفشاهی، مدینه و مکه و جده و ریاض پایگاه نخستین و اولیه اسلام، اونها دیگه به اینها باور ندارن. قطعنامه داده، چند ماده منتشر کرده محمد بن سلمان که ماه رمضان اینجوری عمل میشه. یعنی اصلا اسلام، بی اسلام تو خود مهد اسلام عربستان، وقت بدبخت های ایران، شما با 7700 سال تمدن. استاد شرفشاهی، من هر روز با هر خارجی که صحبت میکنم به جز تقدیر و ستایش از فرهنگ و تمدن ایران نیست. من امروز در برنامه فرانسه زبانم که روی سایت ما مهدیوی یوتیوب هست، میتونم برن گوش کنم، با یک سناتور فرانسوی مصاحبه داشتم. همون موقع شما زنگ زدین تموم شده بود و ایشون رئیس شامبر و سنای هم بوده. استاد شرفشاهی، هنوز ما هیچی نگفتیم، داریم از اینور میگیم از اینور میگیم که مکرون گفته میخوایم برم جنگ و جنگ میخواد را بیفته، یهو میرسه گریز میزنه به فرهنگ و تمدن ایران که تمدن عشق و مهر و خرد و دانش و نور هست، که حتی نیکولا تسلا هم اگر هستی رو عوض کرد با تمام تکنولوژی که ما می‌بینیم امروز، تا یکیش به اسم ادیسون و یکیش به اسم دیگه، همه مال نیکولا تسلا بود، اون هم نور زرتشت 70-80 سال پیش صحبت می‌کنه و این برق و لامپ و نور و تلویزیون و رادیو رو میآفرینه. فیثاغورس و ارسطو و افلاطونش در آیین اوستا، من رفرانساش رو آوردم تک تک نوشتم، که این فلاسفه بزرگ جهان که در جهان حتی توی ایرانی وقت میخوای زیر بزنی اسم اونا رو میاری، فیثاغورس گرفته تا ارسطو، اینا همه افتخار میکردن که شاگرد زرتشت هستن و از نور زرتشت و اعداد و ارقام زرتشت به اون علم و دانش. و شما میایین میذارین که یک سید اولاد پیغمبر شپشو بگن و آدمای هیچ جور آدم با این خرافات و با این آدم کشی ها و فردا مارمیزونشون هست و بریم ببینین چه بخشنامه ای صادر کرده محمد بن سلمان برای ماه رمضان. استاد سیروس شرفشاهی، بعدم شما هر کی باشی توی رژیم آخرش با ذلت میمیری، با ذلت هم اخراجتون میکنن. این روحانیتون گرفته تا
این لاریجانی دیدین با چه خفت و ذلتی حتی رفتن رای دادن با اردن بیرونشون کردن. اون کروبی عکس داریم، کروبی رو ببینیم، عکس ما امروز همین امروز کروبی، این کروبی امروزه در حال مرگ کروبی، این کروبیشونه که تازه اینها اینو من به شما بگم، این کروبی موسوی استاد سینوس شرفشاهی الان یک سری هوادار دارن با پولایی که امریکا به اینا اختصاص داد که می‌خواست جناح اصلاح طلب ایران بسازه و فلان اینا، ولی اینها خیانت بزرگی به اون جنبشی که اون سال راه افتاد کردن، بچه‌ها بودن کشته شدن، اینا رفتن تو خونه‌هاشون خوابیدن تا همین الان هم زر نمی‌زدن تا دارن می‌میرن، نیومدن بگن چرا کیانو کشتین، چرا مجید رضا رهنورد رو اعدام کردید، چرا محسن رو کشتید، سید اولاد پیغمبره میر حسین موسوی، اینا همه متحدن، متحدن، متفقن. تا استاد سیروس شرفشاهی آگاهی در ذهن مردم ما نیاد و شعور پیدا نکنن که آقای کراواتی تو دانشگاه نشسته، تو آمریکا نشسته، تو لندن نشسته، توبینامه میده شاه بخونه، فلان میکنه، زنش سرخت، این جاسوس اعراب هست، چون سید تازیست. من به سیدای نازنینی که کار این دارن احترام دستشون هم میمیسن، مثل سید حسینی، سید موسوی، بین شاهدان رو زیاد داشتیم امسال. بچه ها وقتی میگم این سادات تازی، این باند و تشکیلاتی رو میگم که خطرناکتر از فراماسونری، اینا 1400 سال تشکیلاتی کار میکنن، پول دارن. شما مسافر ری رو، فیلمش رو باید برید ببینید، در ایران هم ساخته شده، میر باقری هم ساخته، مسافر ری رو برید ببینید تا ببینید با امکانات هنگفت مالی که اینها دارن در اختیار، بودجه سادات تازی، خمس و غیره و اینا، در جهان نفوذ داشتن توی 1400 سال و هر ما پرانتز بودن استاد سیروس شرفشاهی، رضا شاه، محمد رضا شاه، نادر شاه، اینا یک پرانتز کوچک یعقوب لیث در تاریخ ما بود. تاریخ ما پر است از خائنین و این را بدانید، تا هنگامی که مردم ما آگاه نشن آزادی نمیاد. آگاه بشید و بفهمید که ما نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، نه یعنی شعار بدن آقا رو ببخشیم، یک جشن ملی و صلح ملی و یک آشتی ملی هم را بندازیم، جنایتکار رو تا سرنبابی دشمن تا آخرین تو رو نکشه ولکنت نیست، وقت زرق 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 هی بخشیدی، هی بخشیدی، اونا اومدن تو رخت خواباتتون، تو رخت خواب اومدن دختتون آورد. بله به هر حال این کروبی در حال مرگ نیست، بله پسرش اینو منتشر کرده و نوشته که تو بیمارستان با همین تنفس مصنوعی داره چه میکنه. بعد حتی من نمیدونم الان رفت خونه یا نه، تا چند ساعت پیش خبر داشتم که دکترها میگفتن ما براش کاری نمیتونیم بکنیم، این همین باید با اکسیژن به اینجاش باشه و بره خونه بخوابه، چون اینجا ما کاری براش نمیتونیم بکنیم. یعنی جوابش هم کردن از بیمارستان، حالا میدونم بردنش خونه یا هنوز توی بیمارستان. شجریان عزیز استاد که دو سال توی بیمارستان نگه داشتن، شما بینیم کروبی خودشون رو یه روز هم توی بیمارستان نگه نداشتن. استاد چرفری به شما قول میدم فردا میفهمید که با همین وضع بردنش خانهش که خانهش عجب دنیا. چقدر شما هنوز نوکرید و هنوز پابوسید و هنوز دستبوس اینها هستید و جونتونه برای اینا میدید، بعد وقتای بیچاره کروبی ها رو میگم استاد جرفی، بعد وقت تو که امام سفید بودی، تو که دیگه باید قشنگ شجاع میامدی بیرون، میگفتی و چه میکردی و چه میکردی، منشیات از تو شجاعتر رو وقت اومدن تو خارج. استاد جرفی من اینم بذارید بگم خیلی مهمه. دکتر سپهر زبی استانفورد امریکا و ایشون اونجا بود و از زمان مصدق بهش آمریکایی‌ها پول داده بودن، رفته اونجا، رفیق من بود و مادام رایس و اینا رو که می‌بینید اینا شاگردای او بودن. هر سال من ایشونو دعوت می‌کردم، میومد یک ماه پاریس و یک بورس، یک پولی از 10000 دلار از دانشگاه می‌گرفت، میومد اینجا تفریحش می‌کرد و من آخر فهمیدم که 10000 دلار می‌گیره. ما دعوتش می‌کردیم برای سخنرانی. خلاصه ایشون اون موقع به من گفت چی گفت
استاد سیروسی شرفتایی در گوش من گفت چی گفت؟ گفت سیاوش عوستان کروبی رو قراره با 50 نفر بیاد آمریکا، اون موقع رئیس مجلس بود اینا، و اینها چمدونای دلار رو حاضر کردن که بهش بدم که با پول برگرده. آمریکا تصمیم گرفته که هیچ راه حل ایران نداره الا که اپوزیسیون داخل از همین آخوندا بسازه، چون این اینا که تو خارج هستن هیچ کدوم به کار نمیاد. کروبی میخواست بره، استاد سیروس شرفشاهی چی شد نرفت، چون توی اون 50 نفری که میخواستن باش برن 4 نفر از این دانشجوی خط امام بودن. یهو تو آمریکا پنهان سر صدا راه افتاد، اون حزب رقیب گفت اگه بیاد کروبی خودش به اون 4 تا رو ما میگیریم، چون اینا گروگانگیر بودن. این تا خبر رسید نرفت کروبی اونجا، آی کروبی داری میری خودت بیا بگو اینا رو. بعد اونجا بود که به ایشون همون پول چمدونه که میخواستن بدن اختصاص دادن بهش در خارج از کشور، و ایشون آقا یکی از اعضای دفتر ایشون که انتخابات رو میکرد اون موقع به من زنگ زد، گفت آقای کروبی گفته سیاوش عوستان یک نظری چیزی بده، میخواد این رئیس جمهور بشه و میخواد ایران رو عوض کنه. گفتم با عمامش میخواد عوض کنه؟ گفت نه، میخواد ایران رو واقعا عوض کنه. چون به نظر چی بگه؟ آخه بعضی وقتا به من زنگ میزنن که آقای خواننده رو ما براش کنسرت داریم چی بذاریم؟ یه چیزی بگو. من گفتم بذارید آقای صدا ببینو، یا سرکار خانم همیرای عزیزم، اعتبار موسیقی ایران، یا حالا بگذار. گفتم من چی دارم بگم؟ این مرد حسابی بهش بگو مردم فقیرن، مردم گره. اون سالا آقای شرفشاهی اولش نامزد شده بود، گفتم مردم فقیرن، بهش بگو که این اعلام کنه اگه راست مرد باید کاری بکنه که وقتی که رئیس جمهور بشه به همه بیکارا و بازنشستا و اونایی که مستمندن به هر کدوم های 50,000 تومان بده، 60,000 تومان بده. اون موقع 60,000 تومان استاد شرفشاهی خیلی بود، حقوق خیلی بود. استاد شرفشاهی این مثل که بغلش نشسته بود، آقای کروبی یا شهادت بده، همون گفت 60,000 تومان، من 100,000 تومان میدم. راست میگه، پول زیاد داریم، من 100,000 تومان. اکثر الان بینید روی اینترنت میتونید پیدا کنید، چون وقتی رفت در انتخابات شرکت میکرد گونی پر از پول عقب کامیون بود، دست شده مینداخت برای مردم. این پولا رو آمریکایی بود موقع، خود اینا که پول نداشتن. یا مثلا میرحسین موسوی میخواست بره استاد سیروس شرفشاهی، اون فرهنگستان رئیس بود، زهرا رهنورد هم زنده است هنوز، زنش خودش به من گفت، همین زهرا رهنورد، گفت پول بنزین ماشین نداره، پیاده میره یا با اتوبوس میره. چطوری میلیاردها دلار خرج انتخاباتش کرد اونجا؟ تعهدم داده بود آقای من نمیخوام اینها مقدس بمیرن. استاد سیروس شرفشاهی ملت من مقدس بود، کیا نیکا و کیان و مجید مقدسن برای ما، مهسا مقدسه. استاد شرفشاهی همون موقع من نوشتم و گفتم میرحسین میره پیش خامنه‌ای و خود خامنه‌ای بهش میگه تو باید برو نامزد بشو. این را آقای محمد هاشمی رفسنجانی، برادر هاشمی رفسنجانی، این رو گفته، میتونید پیدا کنید، یکی دو سال پیش گفت. محمد هاشمی میگه که آقای خمینی وقتی که میره به دیدن میرحسین موسوی که باباش مریض بوده که بعد مرد، بهش میگه آقا تو خودت نامزد کن، عیب نداره، ولی بیا منو ببین. میره میبینه میگه خب من خودم نامزد بگم چی؟ میگه یه 7 تا وزارت خونه رو امضا میدی من انتخاب میکنم، بقیه تو. به خدا امضا رو داد. من همون موقع تو برنامه هم گفتم، تو روزنامه نیمروز نوشتم، همون موقع اصلا قرار بود میرحسین بشه، بعد حالا چه شد که نشد اونو بگذاریم. برای همینه که اینا پشت سر مردم نیومدن. بعد اینا پولا رو بلد جمهوری اسلامی های شرف استاد شرفشاهی بلده، پول عربستان سعودی اگه میذاره، قطر میذاره، بحرین میذاره برای اپوزیسیون ایران، آمریکا هم که عجیبش نمیذاره، آمریکا پولای مصادره شده خود ما را میده. این میلیاردها دلار، 950 میلیارد دلار بدهکار با ما از زمان شاه، غیر از اون میلیاردها دلار تا حالا مصادره کرده از ما. این همین پولاست که میده، گولد سایروس میده توسط اونجاهاشون و اینا. حالا این با این پولا اینا رو علم کردن، بعد از اون تا اون فهمید که این اون پول اون اومده اینا، مسد کی قربانی شد؟ بچه های ما. اون موقع انقلاب سبزشون بچه ها که قربانی شدن پدر مادر بیاد، الان هم تا الان ما داریم قربانی میشیم. پس برخیزید، مقدس
هیچ چیز اسلامی عربی نیست، مقدس ایران هست و شخصیت ایرانی و شهدای ایرانی که برای ایران جان دادن. بله، این شما درباره انتخاباتی که در ایران انجام شد و خامنه ای خیلی تلاش کرد که مردم رو بکشونه به پای صندوق های رای و اینا، در فرانسه این انتخابات چه بازتابی داشته و چه خبرهایی پیرامون اون شما شنیدی؟ در فرانسه که استاد سیرز شرفشه این رو رک بهتون بگم، امروز دیگه اینو منم نمیگم، همین سناتور ژان فیلیپ بیرون که امروز من بایش مصاحبه داشتم به زبان فرانسوی رو سایت ما بسید نگوش کنید، ایشون کسی که از شخصیت های 70-80 سال میشه، نه از شخصیت های فرانسه، ایشون خودش میگفت امروز که میگفت حال فرانسه خراب، چون الان از نظر اقتصادی اینا وضعشون خراب است، چیز شرفشایی مردم تو اینجا نون ندارن بخورن، گرسنه و فقیرن توی فرانسه، اینا رفتن میلیاردها دلار به جنگ اوکراین کمک کردن، بعد تازه مکرون هم امروز دیروز اعلام کرده که بزدلید شما چرا نمیرید اوکراین بجنگید، میخواد این بدبختا رو برداره ببره اونجا تو اوکراین بجنگن، یه جنگ اینجوری را بندازه به جایی که به مردم خودش برسه، و خود اینا انتخابات دارن، درگیری انتخاباتی خود اینها هست، و ایران چون نفت و گازش و اینا نیاز دارن و احتیاج دارن، خبرهای ایران دیگه اونجوری که باید مطرح نمیشه استاد سیرس و چرشه. و از طرفی اینم به شما بگم، اینو به شما عرض کنم که اینها چون همینطور که سناتور امروز به من گفت، اینها چون خودشون مشکلات عدیده اقتصادی دارن از یک سو، بعد تعهدات جهانی دارن که باید این جنگ ادامه پیدا کنه و اروپا درب و داغون بشه، جلوگیری بشه از این که بریکس میخواد دلار رو بشکنه و این جنگ، همون سیلی زدن هایی که نشون دادیم برای جمهوری اسلامی، برای غرب هم هست. الان تو غرب علارغم اینکه روسیه با چین با ایران با ترکیه اینا در یک کمپن ولی تو گوش هم میزنن، دقیقا در امریکا هم همینطور استاد سیروس شرفشایی و در اروپا هم همینطور، یعنی الان به قدری مشکلات خودشون زیاده که اصلا به ایران نمیپردازن. شما الان بخواین اخبار خوب از ایران گوش کنید، نه بی بی سیه، نه اونه، نه اینه، نه تلویزیون اسرائیل، رادیو تلویزیون اسرائیل به همه زبون ها پخش میکنه، از تو خودشون یعنی اخبار مخالفت های بنیامین نتانیاهو که اکثریت باشون مخالفن، فنانی استعفا داد، تظاهرات که خانواده شهدا میکنه، اون به مراتب از همه اینا دموکرات تر E24 نیوز اخبار به همه زبون ها پخش میکنه و موارد رو مطرح میکنه، ولی اینا همش راست تا 33 شرفشوی در سانسور و در ظاهر امکان داره یه متلکی جایی به جمهوری اسلامی بگن، ولی اینها هم پیمانم و اینو من بارها گفتم دوباره تاکید میکنم استاد سیروس شفره، جمهوری اسلامی ایران با سوسیالیست های جهان، با چپ، احزاب چپ، همین دموکرات های بایدن مثلا شاملش میشه، حزب کارگر انگلیس شاملش میشه، سوسیالیست های اینجا شامل، اینا متحدن، اینا هوادار اینان، اینا بحثاشون رو من گوش میکنم، من به پنج زبون اخبار رو دنبال میکنم، من میبینم رهبرهای چپ فرانسه، چپ اروپا، چپ آمریکا، چپا همه حرفای جمهوری اسلامی رو میزنن در رابطه با آمریکا، در رابطه با اسرائیل، در رابطه با منطقه و غیره و غیره، یعنی معادلات جهانی و جو جهانی که هست استاد چرفشایی خارج از این فضای پارسیگویی، پارسی زبانی و پارسی گفتاری ما هست که غیر از من و شما و امیر شجره، یعنی این تلویزیون پارس خردگرایی و آزاداندیشی رو داره نشون میده، بقیه یه جورای آقای شرفشایی دارن همینجور سرگرمیه، یعنی سر مردم رو گرم نگه میدارن، یک آسپرین بخورن سردردشون الان خوب بشه، اون رژیم هم بازیای خودشو میکنه، میلیاردها دلار در ماه هست تا شرفشایی داره پول از دنیا میگیره. قطر اگر گاز ما رو داده به قطر، سالهاست گفتیم همه میدونید، فکر کردید مجانی داده قطر با اون گازی که بهش داده، گفته آقا 50% تو بده 50% به ما، زیرکی اینجوری جو بده، براش کار میکنه، قطر آدم جمهوری اسلامیه، اگه توی یمن هم قطر میره میجنگه به نام سنی، اینا با شیعه و ولاد، اینا همپیمان هم، اینا یه جورای همپیمان، اصلا حالا یه چیز دیگه هم بهتون بگم، نمیدونم میدونید، همین رجب طیب اردوان، من عکسش ده بار منتشر کردم،
این شاگرد گلبدین حکمتیار طالبان افغانستان بود، زانو زده جلو پاش نشسته، در جوانیش خودش طالب رجب طیب اردوان که علکی نمیاد اردوان بشه اونجا رئیس جمهور قدرت بگیره. یک اتحاد پنهانی در جهان هست شوربختانه که الان سالهاست علیه ایران داره عمل میشه. بله، متاسفانه اون مردم ایران که در این شرایط سخت اینا رو نگه داشتن و همین عوامل امریکایی و همین حزب دموکرات امریکا از اینا دارن حمایت میکنن و اینا رو پایدار نگه داشتن، چون میگن اینا باشن بهتره. اینا اون دورانی رو نمیخوان که پادشاه ایران منطقه رو آروم نگه داشته بود، صدای جنگی اسلحه چیزی شنیده نمیشد، که امریکایی‌ها عصبانی شده بودن و میگفتن این چه وضعیه، خب این تمام سلاح‌های ما مونده تو انبارها و شاه داره یه همچین اقدامی رو میکنه، باید جلوشو بگیریم، که خب نتیجهش این شد که ما رو به این روزگار انداختن، مردم ایران رو گرسنه و رژیم رو پایدار، که این حرفاشون رو گوش میکنه، اونم دستوراشو میده اونجا اجرا میکنه و منطقه به این شکلی هست که ما داریم میبینیم. و متاسفانه هیچ کسی دادرسی نیست که به داد مردم ایران برسه. از شما سپاسگزارم. در حال این هفته هم گذشت، هفته آینده به زودی نوروز ما راه میرسه و به هر حال این یه شمه کوچکی، یک کلام کوچکی درباره این نوروز خجسته ایرانی بگین، که این ایرانی ها میدونم شرایط بد زندگی دارن، ولی بهشون توصیه بکنین که این نوروز رو به بهترین نحوی برگزار کنن. استاد سیروس شهرشاهی، مستحضر هستید که در ایران، در تقویم ایران، وقتی این انقلاب سیاه شد تا 7-8-10 سال نه اسمی از نوروز بود، نه اسمی از 13 بدر بود، نه اسمی از چهارشنبه سوری بود، نه اسمی از یلدا بود. اینها رو بنده وقتی که از 40 سال پیش همین تقویم آریایی میترایی که الان همه رایگان میتونن دسترسی بهش داشته باشد، تصویر شما هم هست درش و آقای شجره و دیگران، یک یلو پیجی هست و نخستین یلو پیجه که منتشر شد. ما نوروز رو گذاشتیم، جشنا همه رو گذاشتیم، یادروزها رو گذاشتیم برای کوروش کبیر، برای خیام حافظ. اینو بگم چون اگه من نگم کسی نمیدونه. همه اینها رو ما از تقویم آریایی از اون سال 1984 رواج دادیم، که بعد استاد ایرج ملکپور که در ایران تشریف دارن، من درود میفرستم به این بزرگوار، در دانشگاه ملی ایران همه ساله تقویم رو ایشون منتشر میکردن از زمان محمد رضا شاه تا چند سال پیش، الان دیگه از ایشون گرفتن چون ایشون بازنشسته شدن. یک روز آقای اقبال که اومده بود پاریس، رئیس انتشارات اقبال تهران، ایشون از جهان رفتن، درود دارم بهشون، انسان بزرگواری بود، فامیل بود با ایرج ملکپور، اومد گفت دکتر ملکپور گفته که تو این زنگ بزن. زنگ زدم، گفت فلانی، من این تاریخ آریایی رو وارد دانشگاه تهران کردم و همه این روزها رو هم ما به زودی منتشر میکنیم، که الان دیگه شد. یعنی نوروز روز نو طبیعت هستیست، زمانه نو میشه، ما باید خودمون رو نو کنیم. غم همیشه بوده، اندوه همیشه بوده، شکست همیشه بوده، با رویه شاد و میگیم مثبت هست که ما میتونیم بر دشمن پیروز بشیم. نوروز رو گرامی میداریم. استاد چرخی، هنوز قبل نوروز باز با هم هست. بسیار ممنونم از شما. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش اوستا، امیر شهرتی، کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.